Sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. And bang, that was a bomb. بود. همونجا کنار خیابون، اما من باز به خوندنم ادامه دادم. دیدار باربارا هندریکس، خواننده سوپرانو و جاز آمریکایی از اردوگاه پناهندگان. بخشی از روزگار 20 سال گذشته این خواننده در دیدار با پناهجویان ساکن کمپ‌های جهان گذشته. بازدیدهایی که هر ساله به مناسبت بزرگداشت روز تصویب کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد در سال 1951 انجام می شود. کودکی باربارا به او آموخت که نسبت به حقوق اقلیت‌ها و از جمله آوارگان بی توجه نباشد. من تو دوره آپارتاید در آمریکا بزرگ شدم و از جنبش‌های حقوق بشری اون روزها الهام گرفتم. به عنوان یک دانش آموز تو کارزارهایی که علیه آپارتاید آفریقای جنوبی بود شرکت می‌کردم. از همون روزها شروع کردم به خوندن مطالبی در مورد کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل. فهمیدم که این ایده می‌تونه برای بقیه زندگیم نقشه راه بشه. من ایمان دارم که چیزی مهمتر از دفاع و ارتقای حقوق بشر وجود نداره. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان میگوید همکنون نزدیک به 82 میلیون آواره در سراسر جهان زندگی میکنند که حدود 42% از آنها را نوجوانان و کودکان تشکیل میدهند. بیجا شدگانی که 1% جمعیت جهانند و در طول یک دهه گذشته به دلیل جنگ، فقر و تغییرات اقلیمی دو برابر شدند. در سال گذشته فقط 250 هزار پناهجو به کشورهایشان بازگشتند. اما جمعیت زیادی از آنها ساکن اردوگاه‌های آوارگانند. اردوگاه هایی که از حداقل امکانات زندگی، سرپناه مناسب و آب و غذای کافی برخوردار نیستند. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، اغلب کودکان ساکن کمپ ها با کمبود شدید مواد غذایی مواجهند. از نخستین مأموریت باربارا به اردوگاه پناهندگان زامبیا چند دهه می گذرد. او امیدوار است با جلب توجه افکار عمومی به جریان دردناک پناهجویی در بهبود وضعیت این آوارگان در سراسر جهان مشارکت کند. ماهرخ غلام حسین پور، ایران اینترنشنال.